درود بر شما به ویژه برنامه کووید 19 خوش آمدید. با گذشت هر روز شیوع ویروس کرونا در جهان بیشتر شده و به میزان مبتلایان این ویروس در افغانستان نیز افزوده میشه. این وضعیت باعث شده تا حکومت به قرنطینه برخی شهرهای کشور بپردازد. همزمان شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم گذاشته بر خدمات و عواید برخی شرکت ها، از جمله شرکت های دولتی که شرکت برق افغانستان یا برښنا یکی از این هاست. برښنا اعلام کرد که اگر حکومت افغانستان مشکل مالی این شرکت را حل نکنه، 80% از برق وارداتی کاهش خواهد یافت. حالا برښنا در چه وضعیتی قرار داره و طرح پیشنهادیشان به خاطر اخذ یا دریافت 50 میلیون دلار از حکومت کارش به کجا رسیده؟ آقای امان الله غالب، رئیس شرکت برق افغانستان، روی خط تصویر با ما وصل هستند و بیشتر صحبت خواهیم کرد. درود بر شما غالب صاحب، ممنون از ای که فرصت دادین تا بیشتر صحبت کنیم. بیاین صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم که واقعا شرکت برق افغانستان ورشکست شده؟ سلام به شما و تمام بیندان برنامه ویژه شما. امیده که از این مشکل ویروس کووید 19 یا کرونا زودتر دور شوه و تمام مشکلاتی که از روی زی پیش آمد، از بلخصوص یکی از مشکلاتی که شما یاد کردین، تاثیرات منفی زی بالای شرکت برق برښناست. امید است که از این مسئله زودتر چالش مشکل برای ما مشکل حل شوه. مشکل دیگه است جناب آریان صاحب که برښنا شرکت 80% برق خود از همسایه ها خریداری میکنه و مطابق از این روزانه بین 70 تا 90 میلیون افغانی ما باید جمعوری عواید از فروش برق داشته باشیم. بنابراین نه تنها که شرکت برښنا ایتو است، تمام شرکت های برق که در دیگر کشورهای دنیا هم است خصوصا همسایه به می شیوه کار میکنه که برق یا تولید داخلی میباشن یا از سکتور خصوصی میخرن یا از همسایه ها میخرن و ای را به مردم میفروشه و مردم از استفاده برق پول میرن. از لحاظ مالی چیزی که شما یاد کنیم که اگر احتمال میرود که اگر مردم به خاطر مشکلات قرنطین یا مشکلاتی که روبروز برآمدشان از دفتر و از خانه و یا اگر مردم در پرداخت بل برق مطابق ماهای گذشته اجرا نکنن، باز این عواید برښنا متضرر میشه و برښنا نمیتونه که برق از همسایه بخره. مطابق قرارداد باید با ازبکستان و کشورهای دیگه باید ما برق پیش پرداخت میتیم و بعد از اینکه اولین ولایتی که ولایت هرات قرنطین شد، مشکل به هرات پیش آمد، بعد از او به کابل. از او خاطر ما یک تحلیل اقتصادی شرکت انجام دادیم. فیلحال مطابق پلانایی که داشتیم یا حالا داریم، تا دو ماره اقلا به حساب استراری پول در شرکت برښنا می باشه یا هسته، مگر ما نمی خواهیم که برښنا را به بیخی به منفی برسانه. از او خاطر اگر تا آخر ماه حمل، اگر بل برق مای هوته که ما چاپ کردیم دوره 6 است، اگر او را مردم در پرداختش یا کت ما کمک نکنن، چون روزانه عواید 70-80% پایین آمده، امکانات از این خطر از این مود است که ما قادر به خرید برق از همسایه نشیم. دقیقا در وضعیت این صحبت ها رو شما میکنین که والی قبلی هرات آنچه را که هدایت داده بودن، هراتیان را گفته بودند که حالا پول برق و آبرسانی را پرداخت نکنند. این چون این موردی بالا گرفت چندی قبل، این چون این صحبت هایی شد و گفته میشه که یک بخش عظیمی از عایدات شما یا عواید شما از هرات می آمده، درست است؟ دقیقا ما 5 حوزه بزرگ داریم، کابل از هرات از مزار از نگرهار است و قندار. بعد از اینکه امی هدایت که والی صاحب به بانک ها عطا داد که دیگه بانک ها پول نگرند یا مردم پول برق ندن و مردم در کابل هم همین فکر در ذهنشان آمدن که ولی خیلی بل برق حکومت ماف میکنه و پرداخت نمیکنه، مردم به پرداخت بل کمی تاخیر دادن. اینجا معافیت در کار نبوده. مالی
از او خاطر این گپ متاسفانه یک باعث شد که مردم در بلای برق تاویل نکردن. ما ماهانه 25 میلیون دلار برق میخریم از همسایه ها. اینال اگه این بلای برق ما مردم تاویل نکنه در وقت معین خود، باز پرداخت به همسایه ها صورت نگیره، طبعا همسایه ها قطع برق میکنن. اما بنابراین باز ما سه گزینه را پیشنهاد داشتیم، به دولت صحبت کردیم، به بانک جهانی، به دیگه دونرها که راه های بیرون رفت پیشنهاد داریم. اگر اون حل شود ان شاء الله به این مواجه نخواهد شویم. دقیقاً 50 میلیون صحبت ما از جناب رئیس، 50 میلیون دلاری که حالا درخواست کردین یا طرح پیشنهادی را فرستادین، به کجا رسیده کارش؟ تایید شد یا نه؟ هنوز تاییدش طالب ما نامده و معلوم هنوز به ما دلیلش هم مکمل گفته نشده است که در کدام مرحله هستند. به شهداری امور است، ما تعقیب داریم. امروز هم ساعت 5 بجه به دفتر رئیس جمهور ما جلسه داریم و روز 5 شنبه هم جلسه هیئت مدیره برښنا را به استوری ما خواسته بودیم که به واسطه مالی داشتیم، طرح ما به اونام ارائه کردیم. هنوز تا جواب نامده، امیدوار هستیم که یک راه حل پیدا شود. گزینه اوله که هیئت مدیره برښنا اونا گفتن قبل از اینکه ما قرضه بتن که معقول هم هست، با همسایه ما فورس ماجور یعنی حالت اضطرار اعلان کردیم. از اونا خواستیم که بل برقی که در ماه حمل ما مصرف میکنیم از پیش ما نخواهیم و بل هر وقت هر چقدر پولی که ما داده میتونیم امور پرداخت میکنیم، باقی مالش در قسط برشان میتیم. این گزینه اول ما هستن که از طریق چنل دیپلماسی و از طریق وزارت خارجه و سفارت ما به تماس شدیم با ازبکا، خصوصا از کشور ازبکستان. تا حال کدام نتیجه نداده سوام. اگر این حل نشه، گزینه دومش یکانه رای حل است که ما حداقل 25 میلیون به دو ماه پیشنهاد کردیم که چون دو ماه امکان داره که قرنطین به تعویق بفته، اونا که خبر هستیم به سه هفته دیگه هم به تعویق شده. حالا به اساس صحبت های وزیر صحت افغانستان شاید تا دسامبر این وضعیت ادامه پیدا کنه و ممکنم قرنطین یکی دو ماه دیگه هم تمدید شه. این در حد ممکنش است یا بحث احتمالیش است. اما سوالی که مطرح میشه، صحبت هایی هم وجود داره در مورد کاهش کارمندان ادارات دولتی از جمله مشخصا خدماتی، این چقدر میتونه شامل حال برښنای افغانستان یا شرکت شما شود؟ چون شرکت برښنا شرکت خدماتی هستن و بدون کارمندان ساحوی ما کار انجام داده میتونیم، چون سب استیشن ها و بندای برق و گپا بدون کارمندان کار نمیشه. با وجودی که حکومت اعلان کرده که 50 روزای کاری کم شده است، برښنا در بخش عملیاتی و تکنیکی تمام پرسنل برښنا کار میکنن و صرف در بخش اداری ما 50% کاهش آوردیم، قسمی که نیم روز کار میکنن نیم روز دیگه نه. در گزینه چهارم ما اگر که دولت هم کمک نکنه، از دو طریق دولت کمک نکنه، یا قرضایی که بالای ادارات دولتی است خصوصا نهادهای امنیتی او را پرداخت نشه، یا از همسایه به ما بل برق فشار بیارن که نه حتما باید بتین، ای هم اگر صورت نگیره و دست گزینه سیوم که قرضان به ما داده نشه، باز آخرین گزینه میمونه که مجبورن باید شرکت روی پرداخت معاشات و اینا فکر کنه. پرداخت معاشات یا کم ساختن کارمندان، کدام یک؟ نی استراتژی ما که هستن، ما برد برښنا که پیشنهاد کردیم در یک سه ماه استراتژی است که تا آخر سال چقسم پیش میره، سه ماه. در مرحله گزینه اول ما گفتیم از بس 5 و تا 1 رئیسا شامل است به شمول خودم، ما 50% معاشای این کارمندا را کم میکنیم و با آینده بشون میتیم. و اگر این صورت نگیره بارزو باز سر گزینه دومش کار میکنیم که همین معاشای 50% رؤسا و آمرین را بیخی قطع کنیم. و در آخرین گزینش است که باز سر تشکیل انو سر ازو نهایی نشده است، اگر کم ضرورت شوه که کم کنیم تشکیله که ای با سر خدمات تاثیر داره. از او خاطر ای روی کم کردن اعضا و کارمندای برښنا فعلا از طرف برد منظور نشده است و ای در پلان ما نیست که کم کنیم. صرف سر معاشات است که معاش ما در آل نتیم، 50% معاش بتیم، 50% معاش ده وقتی که پس دوباره قرنطین خلاص شود، عواید خوبتر شود، معاش را پس ما او اخبرشان بتر بردازیم. اما غالب سایب کم کردن معاش یا کم کردن کارمندان فعلا ده
گزینه یا در پلان برشتا رسما شامل نیست. حتما ارزیابی هایی هم دارین که حداقل در یک ماه اخیر چقدر عوایدتان کاهش پیدا کرده؟ شما گفتین بین 70 تا 90 میلیون افغانی باید که شما جمع‌آوری کنین. حالا این را اگه مقایسه کنین با ماه اول ربع اول سال مالی 1399 چقدر کاهش پیدا کرده؟ در ولایت هرات متاسفانه چون اول قرنطین شد عواید برشنا در 80% کاهش یافته، یعنی ما و کابل هم کس 60% مجموعاً اوسط چه که ما میگیریم در ولایت های دیگه هم شده است 60% کاهش یافته است. یعنی ما قبلا همین دو بزرگ شهر است که بیشترین پولتان شکل میده اگه اشتباه نکنم. دقیقاً صد همین ولایت هرات و کابل و قزل مزار یا بیشترین پول برشنا را میجه. 70% عواید ما از این سه ولایت بزرگ به دست میاد. از او خاطر عواید فعلی برشنا که است از 70 تا 80 میلیون کاهش آمده و 15 یا 30 میلیون افغانی در سر تا سر افغانستان. در کابل که ما تا 50 یا 40 میلیون داشتیم عواید روزانه، کاهش به 9 تا 10 میلیون افغانی کاهش یافته است. از او خاطر اینی پیشبینی ها را به حیث ارزیابی مالی برشنا که ما انجام دادیم، اگر که مردم بل برق و نتن و چون فشار مردم بالای برشنا بعد از اعلان والی صاحب هرات، در کابل هم همین شایعات بود که برشنا حقیقت لاین نمیکنه، بل برق نمیگره، دولت کمک میکنه. باز ما دو هفته گذشته قط لاین هم شما حتما همشهریان شاهد باشن قط لاین انجام ندادیم به خاطر که باشه کمک شود مردم، چون حالت جنجال بود. مگم کیفیت برق خوبتر ساختیم، کارمندا 24 ساعته کار میکردن. اگر این ادامه بیافه بازی خطرات مشکلات آینده پیش میآید. امید است که مردم که ما کمک کنند، برشنا حاضر است که بل برق کسی که در یک دوره باشه نقطع کنیم یا نه جریمه هم چارج نمی کنیم. مهم کسایی که از دوره های دو دوره و سه دوره قرضدار است، خصوصا ادارات دولتی که از سال گذشته قرضدار هستند، اونو پرداخت باید صورت بگیره و بالخصوص پارک‌های صنعتی. خلاص مشخص. حالا از ادارات دولتی یاد کردین. بیاین ادارات دولتی رو یاد کردین. حالا چند اداره دولتی از شما مقروض هستن؟ در چه حد؟ مقدار پول؟ ادارات دولتی دو بخش است ما تنظیم کردیم. یکی بخش است که نهادهای داخله و امنیتی داخله و دفاع است، یکی بخش‌های عادی. در تحویل بل برق ادارات دولتی تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت محترم مالی است، اونا در فیصدی شده در نیمه سال بودجه و دیگه شده آخر سال بودجه میدادن. از اون خاطر دمی سه ماه مالی که از ماه قوس و دوله هود تال آمدن، هیچ بل برق از هیچ اداره دولتی به ما تسلیم نشده است که مصرف دارن. مطابق پلان باید در نیمه سال تسلیم میکردن. مگر منوز ما پیشنهاد ما ایست که آل نیمه سال خود دور است، حالت استقرار پیش آمده، اینا این سه ماه در حدود 1.8 میلیارد افغانی میشه. مگر بخش بزرگ پولیس که از سال 1398 است، بخش پرداخت بیسای اردوگاه های اردو پولیس است. چقدر است؟ همین ادارات امنیتی یا سکتور امنیتی چقدر قرضدار هستن از شما؟ داخله و دفاع در حدود 3.2 میلیارد افغانی قرضدار هستند. قبلا مشکل دیگه پیدا شده بود که در بودجه سال 1398 پرداخت بلا با سیستیکا یا ناتو میکرد، اونا از پرداخت نکردن. از او خاطر بالای وزارت مالیه، چون در بودجه وزارت مالیه نبود او شامل نشد، امی یک مشکل اداری پیدا شد که او پیسان تال معطل مانده. یعنی در مجموعا 4.7 میلیارد از دارا دولتی باید نیاز است که باید پرداخت اگر صورت بگیره که تال نگرفته. ای هم خودش مشکلات تصمیم سکتور خصوصی پارکای صنعتی است مشکلش و ساحات تجارتی و بخشای دیگه که مصرف دارن اونا بسته هستن. اونا از خاطر ما بلام نمیفهمیم که با کی توضیح کنیم، بر تسلیم نمیشن چون دکانهایشون بسته هست. یک مشکل جدی است. از او خاطر ما یک تحلیل خود داشتیم و با جلسه مشترکی که بانک جهانی و IMF داریم با اونا هم یک جلسه هست پیشون خواهید کنیم که از جامعه بین المللی که بیاین اگر برشنا را قرضه بتن، این قرضه 5 میلیون فعلا است، اگر قرنطینه ادامه کنه ماهانه 25 میلیون است. از او خاطر قرضه را باز ما که عواید پس بهتر میشه خوب میشه، پس بدون تکیه تانه باشه قرضه که پس برداخت کنیم. این پیشنهاد
سوالی که مطرح میشه اینجا، خب در کنار ادارات دولتی هستن بزرگوارانی را که من دقیقاً اکثریت مصاحبه‌های شما را که متنش را خواندم از 2017، یکی از موارد را اواخر 2017، 17 دسامبر 2017 مصاحبه‌ای که داشتین، در اون مصاحبه تان یاد کردین که حالا زورمندان که بیش از 200 تن هستند از جمله معاونای رئیس جمهور، نمایندگان مردم و نقطه نقطه نقطه، این بزرگواران چقدر پولتان را پرداخت کردند و چقدر اینا مقروزند؟ از طرف خود مردم عام کس، یعنی مشترکین عادی ما میگیریمش، که دو باز زورمندان پیش برشنا، کسی زورمند است که از بل برق خود از 2 یا 4 دوره نمیتن. بزرگای سیاسی هستند، بزرگای نماینده وکلا و حتی در خود حکومت کسان هستند متاسفانه. معاونای رئیس جمهور چی؟ لیست آخری را. بله صاحب؟ معاونای رئیس جمهور چی؟ او گفتم به شمول کل بزرگایی که هستند طالب پرداخت نکردن متاسفانه. 1% پرداخت در قسط که ما کردن، اونا قسط خورا میپردازن. مگم قسط قسمی است که هر باری که ما از طریق شما رسانه های محترم فشار می یا من نامش در رسانه ذکر میکنم، باز اونا میان یک قسط میتونن پردازن. باز نامشون که از لیست قسط پس میشه، باز 2 دوره و 4 دوره باز بلبرق نمیتن. از اون خاطر لیست که شما گفتین 200 یا او بعضش کم زیاد میشه و پایین بالا. ما افشاگری ناما را انظام ادامه داشتیم تا یک چند وقت بخاطر مشکلات انتخاباتی و یا سیاسی نامد کس نگوی که حالا قزن یا دولت یا برښنا بخاطر نامشان گرفت که در اپوزیشن هستن یا در حکومت هستن یا نیستن. ما سر از فردا پس دوباره نام امو مخلوزینی که بیش از 1 میلیون است پس دوباره شروع میکنیم. قتلین از کسایی که متاسفانه که از دوره پیش قرضدار هستن، از اونا کسی که حال در جریان قرنطینه نمیتونن، مام که شان حاضر هستیم کمک میکنیم و جریمام نمیکنیم. صرف کسایی که از دورهای سابقه قرضدار هستن، از پارک های صنعتی خصوصا پارک از اونا را و از چه زمانت وجود داره که حالا باز فصلی در برابرتان برخورد نشه و همچنان که در گذشته پرداخت نشده حال هم پرداخت نشه؟ یک مورد. مورد دومی که گفته میشه دو اداره را که حداقل جستجو کردیم و اینجورین موارد را هم پیدا کردیم، گفته میشه که قول اردوی 209 شاهین و مرکز تعلیمی کابل خیلی از مقروضیت های خود را پرداخت نکردن، حالا مربوط به وزارت دفاع افغانستان میشه. اردو ما به حساب تعداد اگر بگیریم تنا وزارت دفاع 1.5 میلیارد است، امی قول اردو شاهین و تعلیمی نظامی ای هم شامل از است. در مجموع ما گفتم که 1.5 میلیارد که مربوط وزارت دفاع میشه و 1.2 یا 1 مربوط وزارت داخل است. در سر تا سر افغانستان است، یعنی مصرف قول اردو شاهین چون بیشترین مصرف اونا دارن، جایی که بیس کلانتر باشه مصرف بل برقشان طبعا بیشتر می باشه. اینا شامل است دقیقا ارقامی که قول اردو شاهین چه قرضدار است نیست، در مجموع وزارت داخله و دفاع 3.2 میلیارد است. اما می خواهیم یک کم دیگه هم به قول تکنیکی یک کم که وارد بحث شویم، می پردازیم به ضایعات. دانم چند درصد ضایعات داره برق افغانستان یا شرکت برق؟ خب بخش ضایعات برښنا خو نو نیست، سابق است. زایات برښنا در آخر سال 97 به خانه 38 یا 37 فیصد بود، ایره ما در 98 کاهش آوردیم به 33%. حال فعلا 33% زایات برښنا دارن. مگم دلایل زایات برښنا دو بخش است، یکی بخش تکنیکی است، یکی بخش تجارتی است. همین نپرداختن بل برق ادارات دولتی و ساعاتی که در تحت کنترل مخالفین هستند و ساعاتی که زورمندان نمیتن، یک بخشش ای است تجارتی و تکنیکیش از مشکل تکنیکی از خود دلایل خاص داره. تا وقتی که سرمایه گذاری روی تاسیسات برای اصلاح شبکه برای تقویت لین نشه، او امکان نداره که ضایعات تکنیکی رو یک دم با کم کنیم. از او خاطر فعلا ضایعات برښنا بس حدود 33% است. مگم پلانی که ما داریم سالانه ایره 2 یا 3% سالانه کم میشه که تا 25% میرسه. لاین وارداتی، برق وارداتی، مثال ساده اگر به شما بگویم، چون لاینی که از پلخمری به کابل میایه ظرفیت 300 مگاوات برق داره، ما در اون 400 مگاوات برق لود میکنیم تا به کابل ما برق بیشتر داشته باشیم. طبعا اگر یک موتوری که مثال بگیرم 4 نفر برده میتونه، دو نفر 10 نفر موتور سواری بشینه، خود به خود کاهش به اون سرعت و به اون مصرف نمیباشن. زیاد تکنیکی ما وقتی کم میشه که
لاین 500 کیلو ولت از پلخمری به کابل برسه، یکی دو سه سب استیشنی که ما در خود پلچرخی و چمتلا و ارغندیز تطبیق شوه، زیاد تکنیکی ما از 17% انشاءالله کاهش میافه به 11%. اما آقای رئیس، سوالی که مطرح میشه، این میتونست حداقل با برنامه ریزی درست از مو آغاز به مراتب پایین تر از این باشه. آیا در او زمان کسی به عنوان ماهر فرد اکسپرت نبوده که این موارد را در نظر بگیره؟ یک بوده قضیه. مورد دومی که چقدر از این برق را حالا طالبان استفاده میکنن؟ گفتم میشه در ساحاتی که بر اساس همون مصاحبه‌ای که شما داشتین، متنش که مخاندم، طالبان در ساحاتی که حضور دارن اجازه خانش میتر را نمیتن و پولش را اونا دریافت میکنن. چه مقدار پول است؟ خب مقدار پولش فرق میکنه، از بین 500 تا 600 میلیون افغانی میشه سالانه. در حدود 7 ولایت است و 32 ولسوالی است اگر اشتباه نکرده باشم، که ساعت است که ما دسترسی به اوجا به میترخانی و خانش میتر یا نداریم، یک مشکل. شما دقیقا فهمیدین، یعنی از لحاظ تکنیکی برنامه ریزی پلان برق از اون وقت سابق شده. مثالش به لین 500 کیلو ولت شما خبر هستین تقریبا 3 سال از سرش کار است، اما مشکلی که تغییر مسیر از رنگ بامیان و سالنگ شوه، ای هم یک از تاثیرش بود که تاخیر آمد در پروژه. دیگه پروژه‌ای که برنامه ریزی شده بود، مگم از طرف دونر چی تاخیر آمد در پروژه تطبیق، لحاظ تکنیکیش هم میگم. لحاظ تجارتیش بعض بخشاش در کنترل ما است، بعض بخشاش نیست. امین که در کنترلتان نیست. سوال اساسی، دزدی برق یا سرقت برق چقدر زیاد است؟ حالا ما داریم برخی بزرگواران را که حتی کیبلش را در امی یکی دو سه ماه پیش کارمندان شرکت برق بیرون کشیدن، در حالی که غیر قانونی استفاده میکرد و اینجور این موارد هم وجود داشته. خب اینا مطمئن میم که بزرگواری که یا مردم عام یا هر کسی که بل برق که مستقیم استفاده میکنن، اگر دو سه ماه پیش کشیدیم، مطمئن باشین که 4-5 دفعه دیگه قبلا هم تو لاین برقشون قطع میشه، فیلم برداری میشه، با حضور سنا قطع شدن، مگم اونا از زور استفاده کرده پس دوباره لاین وصل میکنن. یعنی ما همی خاطر گفتیم باز ساحات، باز مناطقی است که سرک بسته است، ترانسفورمر مشتری داخل کوچه است، کوچه را نیازی ورود نمیتونه تا در خود کابل، در سایه ششدرک و سایه وزیر اکبر خان است، در سایه ایران. این ساحات که ما عرف قطع میکنیم، باز اونا میرن وصل میکنن به زور یا طریقه دیگه. این ادامه داره متاسفانه که از اون خاطر اینی ساحات کنترل، سایه طالبان در کنترل ما نیستن، سایه مردم عام که پرداخت در موقع نمیکنن یا صنعتکار است، به خاطر از اینکه ما کمک میکنیم که به دوام شوند، تا یک حد کنترل ما است. مگر مشکل ده ایست که باز ساعت ترانسفورمرای است که 50% مطابق پالیسی، اگر 50% مردم در ترانسفورمر بل برق نمیتن یا استفاده غیر قانونی میکنه، مجبورا ما ترانسفورمر گل کنیم. بارها ما این کار را کردیم، مردم شکایت کردن از طریق رسانه ها تا دفتر حکومت که شما 40% یا 50% دیگه گناهش چی است که شما کل این رقت میکنید. راه حل دیگه روی برنامه ریزی شده که مطرح هوشمند یکی از بدیلش است که در حدود سرمایه گذاری کار است. ما پول دونر نتانسیم گرفته، حالا به سکتور خصوصی طرح شده، به شورای اقتصادی روان کردیم، امید است اگر اون طریقه شده انتقادایی هم مگم در کوتاه مدت، در کوتاه مدت یکانا رایش این نیست که ما فشار قطع لاین آورده بریم مردم لبرق بتن. این انتقادا هم وجود داره که میترهای دیجیتالی هم کارایی بایدش رو نداره و حتی دقت باید در دیتابیس، در دیتابیس برشنا وجود نداره. سوال اساسی که مطرح میشه، مصرف فرد بوده 1000 آمده برش 10000 و با زمانی که اینا مراجعه میکنن یک معذرت خواسته میشه ازشان که خب یک اشتباهی تایپی بوده، اینچنین موارد. یک مسئله این و در کنارش برقی که حالا شما ضایعات مینامینوره، ای 33% میتونه باشه یا ممکن بیشتر از او یا پایینتر از او. سوالی که مطرح میشه، وقتی که شما پولتان را جمع کرده نمیتونین، بخصوص در ساحاتی که زیر اداره طالبا باشه، باقی پول را از کجا میکنین؟ آیا قیمت بالای مردم تقسیم میشه یا بالای ملت تقسیم میشه؟ نخیر نی، هر مشتری مطابق بل میتر خود پرداخت میکنه. تعرفه سنجش تعرفه را اگر شما دیده باشین، ما در بل شما تعرفه شما را بالا نمیبریم که شما بگین که 33% ما جبران میکنم از دیگه جایی. از همون خاطر ما دو کار میکنیم، مصرف اداری رو ما کاهش دادیم، از سال گذشته 32% کاهش آوردیم که مصرف اداری، یکی. دوم، توسعه ما مطابق پلان باید ما
سالانه 100 تا 100 مگاوات برق به مردم توزیع بدیم. این متاسفانه چون عواید کم از زیاد است، ما توزیع را 50% اما قیمت ها بالا رفته روان هست. آنچه که در هرات در مزار شکایت داشتیم و در برخی ولایت های دیگر در قندار و سایر ولایت ها. نه، تعرفه تقریبا 3 سال است که تغییر نکرده. تعرفه او قسم نیست که ما در هر بل یا در دوره ای از طرف بورد است، از طرف کابینه و از طرف پارلمان منظور میشه که باز ما تطبیق میکنیم. تعرفه که مزار شکایت دارن از سابقه را شکایت دارن که تا الان تطبیق میشن، اونا نظر خود هستن. مگر تعرفه را ما بالای مردم تطبیق نمیکنیم. همین 33% زیاد که است، ما مصارف توصیه را کم میکنیم، ما مصارف پلانی که از اداری سور کم میکنیم. دوم، خود کارهایی که باید اصلاح شبکه باشه، کار باشه، اینمی متاسفانه چون عواید کم میباشه نیست. از او خاطر شما راپور مالی 1397 اگه شما ببینید، چون رسمی ما اعلان کردیم 98 هنوز تحت بررسی است که تا یک ماه دیگه خواهد خلاص شوه. برشنا در فایده نقص اگه نبود، در فایده هم قدر بیشتر نبود که باید ما چون وقت ما کاملا تمام است. آقای رئیس، بیاین دو مورد خیلی کوتاه کوتاه جواب بدین. خیلی خوب وعدیتان به یاد ما هست، اینجا در پس از خبر حضور داشتین با ما. البته در پس از خبر گفتین که ما کار میکنیم روی بلدیهی ماهانه، اما تقریبا از او برنامه 1.5 سال میگذره. طرح بلدیهی ماهانه را ما به دفتر اداری امور هم روان کردیم، به بورد برښنا هم روان کردیم و به خود پارلمان هم روان کردیم. طرح بلدیهی یک گپ تکنیکی داره. 1 تا 3 ما وعده کرده بودین. نه، ما خلاص کردیم تقریبا کار خودا. ما تقریبا 2-3 ماه میشه که یعنی از او وقتا را شروع کردیم، طرح خود تقریبا 2-3 ماه میشه که ما نهایی کردیم، به دولت تسلیم کردیم. خب اگه وقت که همه تال خورد به خاطر که بانک جهانی باز دخیل شد، ما بانک جهانی کمک کرد، ما دو پیشنهاد داریم دوجا. بل برق ماهانه به صورت میشه که تعرفه یکسان در تمام افغانستان باشن، ما تعرفه مزار پیشنهاد کردیم به کابل تطبیق شود و کاسه دیگان، یا کاتگوری که فعلا موجود است 200 و 300 و 400 ای به 50% کاتگوری چین جواب. اگه در صورت نشه، برښنا 2.5 تا 3 میلیارد افغانی تاوان میکنن. از این خاطر برای حل از این ماردی گزینا را بورد برښنا و کابین پارلمان نهان کردیم. فرصت ما کاملا تمام است آقای رئیس. برای بیرون رفت از این وضعیت برښنا چه پیشنهاد میکنه؟ تا میزان معاشات کارمندانش کاهش پیدا نکنه و به قولی که هشدار داده بودین در عفدی دسامبر 2017 این که شرکت ورشکست خواهد شد با چون این وضعیتی روبرو نشد. خیلی کوتاه. از ورشکستی که 2017 بود از او الحمدلله جلوگیری قسمی شد که تفاهمنامه با وزارت مالیه امضا شد. قرضایی که وزارت مالیه باید از برښنا میگیره برای تطبیق پروژه ها، او را برښنا رفع شد. وزارت مالیه بحث اکویتی، بحث جایداد خود حساب کرد. به خاطر رفع معزلی فعلا که ما نتونیم ماشام کم نشه و برق وارداتی هم قطع نشن، از همشهریان و مشتریان تقاضای ما میست که بل برق را پرداخت کنن و از حکومت هم که بل برق دارد دولتی را به ما به وقتش بتن یا قرضه بدن به ما که ما بتانیم که برق همسایه را خریداری کنه بتانیم و کار اردو را ادامه بتیم. اما هدایت داده شده در برخی ولایات که شما از خانهایتون بیرون نشین و پول برق آبرسانی و برق را پرداخت نکنین. ممنون حضورتان جناب امان الله غالب، رئیس شرکت برق افغانستان، از اینکه فرصت گذاشتین. ممنونتان. برای مصاب نشدن به کرونا هم شما همین ویروس را جدی بگیرین، دستایتان را با آب و صابون بشوین و لطفاً تا زمانی که نیاز ندارین از خانه بیرون نشین. تا درود دیگر، بدرود.